بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. با افزایش نارامی‌ها در ایران، خطوط هوایی اتریش و لوفتانزا همه پروازها به و از مقصد تهران رو تا اطلاع ثانوی لغو کردند. پرواز امشب لوفتانزا از تهران به فرانکفورت قرار بود 45 دقیقه دیگه از فرودگاه امام بلند بشه و پرواز اتریش هم ساعت 2:40 دقیقه بامداد به وقت تهران. مستقیم بریم با آلمان. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست و جزئیات رو دنبال کرده. احمد، چه بیشتر میدونیم؟ فرداد، خب این برمیگرده به نارامی‌هایی که در ایران وجود داره، اعتراضات و خیزش‌های سراسری که در ایران به وجود اومد از بیش از یک ماه گذشته. خب مقامات کشور آلمان تا کنون دو بار در واقع توصیه‌های سفر به ایران رو به روزرسانی کردن و در دفعه آخر که هفته پیش بود به صراحت اعلام کردن که نه تنها اتباع آلمان بلکه اتباع ایرانی هم که پاسپورت آلمانی دارن به ایران سفر نکنن، چرا که به محض ورود بازجویی میشن و یا اینکه به هر حال مورد بازداشت قرار میگیرن و احتمالاً با حبسای طولانی مدت مواجه خواهند شد. موضوعی که در یک ماه گذشته تا به الان سه موردش برای آلمان اتفاق افتاده و خود مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که اتباع چندین کشور رو بازداشت کردن و به این ترتیب خب طبیعی بود که از یک طرف مسافرت‌ها به ایران کاهش پیدا بکنه، ضمن اینکه خود دولت آلمان و وزیر خارجه آلمان هم دیروز اعلام کرد که در روابط با ایران تجدید نظر می‌کنه، به ویژه در روابط اقتصادی و همچنین روابط مالی و همچنین در گفتگوهایی که بین دو کشور هست اونها رو هم به حالت تعلیق در میاره و همین خب موجب شد که به نوعی هم مسافر به ایران کاهش پیدا میکنه و هم از ترس اینکه به هر حال اتباع دو کشور، اتباع ایرانی آلمانی و همچنین اتباع آلمانی بخوان که بر اثر سفر به ایران دچار بازداشت های خودسرانه و خب به تبع اون حبس بشن، به نظر میاد که خب شرکت لوفتانزا این تصمیم رو گرفته و خب پروازهاش رو لغو کرده و قرار هستش که به هر حال فردا یک بیانیه رو احتمالاً صادر میکنه شرکت لوفتانزا و ما بیشتر میتونیم درباره اون صحبت بکنیم. اما اونچه که تا به الان میدونیم این پرواز همچون که تو گفتی پروازها فعلا به حالت تعلیق در اومده و باید منتظر روزهای آینده باشیم ببینیم که شرکت لوفتانزا چه تصمیم میگیره، ضمن اینکه این مسبوق به سابقه است، هم در زمانی که در اعتراضات آبان 98 برای چندین روز پروازها لغو شد، خب بعد از اون هم به خاطر کرونا هم پروازهای لوفتانزا و شرکت آستریان ایرلاین به سمت تهران و خب از طبیعتاً از اون طرف هم انجام نمی‌شد و این میتونه که دفعه بعدی باشه که این بار به نظر میاد که علتش فرق میکنه و خب یکیش حمایت‌هایی هستش که دولت آلمان داره از ایران میکنه و همچنین مسئله بازداشت‌های خودسرانه ای که تا به این لحظه انجام شده و پیش از اون هم چندین تبعه آلمانی در ایران بازداشت شدن، همچنین از اتباع دو تابعیتی مثل خانم ناهید تقوی و دیگران که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. احمد صمدی در برلین، ممنونم.